آدم هایی که روز بدی داشتن توسط دوربین ثبت شد. سلام به همگی. همه ما روزهای بدی داریم. مهمترین چیز این است که به خاطر آنها ناامید نشویم و سعی کنیم به خوبی از موقعیت بهره ببریم. این پسر از داشته هایش لذت می برد، هم با طعم شلوار. دوچرخه این آدم راضی نیست که با وی هم سفر باشد. وقتی مورد حمله ای طور که قرار بگیرید و نتوانی از خودت دفاع کنی. این نفر باید درد شدیدی را تحمل کرده باشد. وقتی اول صبح به دفتر کارت برسی و با چنین موجودی روبرو شوی، این بدترین روز این دختر بود که مورد حمله زنبور قرار گرفت. این پسر 4 گلاس را همزمان به دست گرفته بود. این خانم میخواست اسب سوار شود. و این پسرت تا آخر عمر نزدیکی اسب نخواهد رفت. این دختر نیز میخواست خودش را آویزان کند، اما این گونه شد. این تمرین را 2 بار در روز انجام دهید تا عضلات شکمتان کاملا صاف شود. حالا دیگه بدون کفش برو. حالا چی هدف داشت نمیدانم، اما بین آب کثیف رفت و حتی دلش نمیشه بلند شود. سلفی گرفتن که گران تمام شد. کار در کشتی مانند رفتن به یک مأموریت فضایی است. همه چیز طوری تکان می‌خورد که انگار جاذبه صفر است و چاره‌ای ندارد جز اینکه سطل‌ها را دنبال کنید. خب حداقل کاری بامزه است، حداقل برای ما. آشپز این رستوران آسیایی یک ورزش جدید اختراع کرده بود، بیلیارد با زرده تخم مرغ. این دختره انتظار نداشت درد داشته باشد.
این دختره میخواست از آب رد شود ولی وزنش کمی زیاد بود. این دختره در کدام فکر بود و در مسیر دویش قرار گرفت؟ به خاطر بازی فنس خانه را خراب کرد. این خانم یادش رفت که ترمز دستی را بکشد و جالب است که کسی هم همکاری نمی کند. چه اتفاق بدی ممکن است بیفتد اگر در بین بینندگانمان مکانیک داشته باشیم؟ جواب را می دانند. کشوها، اگر آنها را باز بگذارید شکستتان حتمی است. این پسر دیگه خیلی ماهر است. نگاه کنید کافی را کجا ریخت. برای مثال ورزش را در نظر بگیرید. حتی قهرمانان هم بعضی وقتها شکست میخورند. بعضی وقتها آن روز روزتون نیست و حتی نمیتوانی درست بپری. دائما تلاش میکنی اما مدام شکست میخوری. مانند این قهرمان. حالا او باید چیکار کند؟ از ورزش کردن دست بکشد؟ نه، البته که سرش را بالا نگه میدارد و به راهش ادامه میدهد. پرتاب نیزه یکی از باستانی ترین و خاص ترین ورزش ها در بازی های المپیک است، اما این ویدیو می گوید که در آب و هوای بارانی انتخاب خوبی نیست. با وضوح معلوم است که این مرد کاری مورد علاقه اش را انجام می دهد. خودتان ببینید روی صحنه به قدر هیجان زده می شود که حتی وجود خودش را هم فراموش می کند. اشکالی ندارد. می گویند یک هوادار او را گرفته است. احتمالاً تصور کرده یک اجرای برنامه ریزی شده بوده. یک جای این خانم در زیر صندلی گیر کرده. آدم های سنگین باید همیشه مواظب باشد که در کجا می نشیند. خب دوستا، این هم ویدیوی امروز ما. تا ویدیوی بعدی به سلامت باشید.